به نام خدا سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز و گرامی امیدوارم که جانتان جور و سعدمند باشید خب شاگردای عزیز و گرامی ما عبدالله رضایی شما شاگردای عزیز به درس ریاضی خوش آمدید میگم درست است؟ خب ما و شما شاگردای عزیز درس و مضمون ریاضی را با همدیگه میخوانیم درست است؟ مضمون ریاضی صنف هفتم و فصل چندم هستیم فصل سوم اعداد تام درست است درس چندم میشه درس دوم ما میشه از فصل سوم خب ما و شما امروز دو عنوان با هم دیگه باید بخوانیم درست است اول چی رو میخوانیم اول قیمت مطلقه یک عدد میخوانیم و بعد از او چی رو میخوانیم جمع اعداد تام هم علامت با هم دیگه میخوانیم اما قبلی که درس خود شروع کنیم قرار بود که کارخانگی رو به ما روان کنید از طریق نمبر چند؟ دو سفر نه سد و شست و چهار اف چهل چی روان میکدند. در و اگر کدام سوالی دارید کدام پیشنهاد یا انتقادی دارید میتونید با ما در ارتباط شوید از طریق همین نمبر که به شما خاندوم خب شاگردهای عزیز و گرامی بریم درس خوده شروع کنیم. خب شاگردای عزیز و گرامی اول چی رو میخوانیم؟ اول قیمت مطلقه یک عدد البته قبلی که ما قیمت مطلقه رو شروع کنم به درس دادن اول یک یاداوری کنیم از درس درس قبلی ما جلسه قبل ما دیگه چی گفتیم؟ اگر یادتان باشد ما اعداد تام یا اعداد گفتیم چی برش میگیم؟ اعداد صحیح برش میگیم درست است؟ و با چی نشان میدادیم ستشه گفتن اگر او تمام و او اعداد سایس اعداد تام داخل یک ست بندازیم او ست برش میگیم ست اعداد تام یا اعداد سعی که گفتیم بعضی از کتاب ها با آی نشان میده و بعضی از کتاب ها با زید نشان میده درست است خب و گفتیم که اگر ما و شما بیایم محور اعداد سعی چی کردیم جور کردیم دیگه نه گفتیم یک تا پاره خط جهت دار اگر بکشیم هر دو طرف جهت داشته باشه سعی بهشک. یا صفر دی وسط بگیریم صفر سمت راست گفته مثبت میگیریم یک دو سه چهار پنج تا لای تناهی، سیست و سمت چپ چی میگیریم منفی میگیریم پس میشه منفی یک منفی دو منفی سه تا منفی لای تناهی و یک نکته گویاتون اگر باشد گفتیم اعداد مثبت الان میشه میتونیم نوشته نکنیم یعنی اگر چی نوشته کنیم مثبت یک چی نوشته نکنیم فرقی نمیکنه فیس اما اعداد منفی رو 100 درصد منفیش باید نوشته کنیم و این علامه منفی رو گفتیم دیگه چی ده پشت سرش میمونیم ده پیشش نمونیم ده پشت سر عدد باید نوشته کنیم فیس خب شاگرد عزیز گفتیم که چی شد به این میگیم محور اعداد تام یا محور اعداد صحیح و گفتیم که هر چی که ده این محور اعداد ما و شما سمت راست باشد و عدد چی است تر است به عنوان مثال عدد سه مثبت از عدد یک مثبت چی است کلانتر است چون سمت راست قرار دارد عدد صفر از عدد منفی دو چی است کلانتر است یا بزرگتر است چرا چون سمت راست قرار دارد نه گفتیم هر چی عدد سمت چپ باشد عدد ما و شما چی میشه خورد میشه کوچکتر میشه و هر چی عدد سمت راست باشه عدد ما و شما بزرگتر یا کلانتر میشه صحیح و اینو چه رقم نشان میتونیم به عنوان مثال منفی سه چی و منفی یک منفی سه منفی کدامش کلان تر است منفی کلان طرف چرا چون سمت راست قرار دارد پس با این سمبول گفتیم نشانش میتیم سه پس منفی یک بزرگتر است منفی سه است اگر از چپ بخوانیم چی میشه منفی سه کوچکتر است منفی یک است سه است؟ پس این سمبول چی است اگر از چپ بخوانیم کوچکتر میشه از اونور بخوانیم بزرگتر میشه سیست؟ خب اگر به با شک باشد صفر و منفی پنج کدامش کلانتر است؟ صفر کلانتر است آفرین چرا چون صفر سمت راست منفی 5 قرار دارد منفی 5 کجاست منفی 3 منفی 4 منفی 5 در اینجا صفر کجاست در اینجا کدام سمت راست است صفر سمت راست است پس صفر کلانتر است پس باید رو به این شک بانیم دهان عزیز سمبول به سمت عدد کلانتر باید باز شود، صحیح است پس دقت کنید دهان عزیز چی است به سمت عدد کلانتر میشه باز میشه یا بزرگتر ده اینجا منفی یک بزرگتر است یا منفی سه منفی یک بزرگتر است پس دهان از سمول به سمت عدد بزرگتر باز میشه است دیگه فهمیدید دیگه نه پس دو تا عدد ما و شما میتونیم چی مقایسه کنیم درس قبلی ما و شما بود اما درس امروز ما و شما قیمت مطلقه یک عدد قیمت مطلقه یک عدد چی است دقت کنید ما و شما اگر چی داشته باشیم یک تا عدد تام یا عدد صحیح داشته باشیم فرق نمیکنه به عنوان مثال سه مثبت یا منفی دو فرق نمیکنه هر عددی باشه سیست اما ل سه مثبت در نظر بگیریم ما شما عدد سه مثبت در نظر میگیریم می عدد سیست که مشخص کردم برید آلی امی عدد شما بگین که فاصله اینمی عدد تا صفر یا به این صفر چی میگیم مبدا برش میگیم سیست فاصله اینمی عدد تا مبدا چند خانه است دقت کنید شاگردای از وقت میگیم چند خانه است باید چی باید فاصله یعنی سه تا صفر رو بشماره که چند خانه میشه دقت کنید شاگردای یعنی از من دیدم بعضی از شاگردا چیکار میکنه میشه شمار میکنه میگه یک دو سه چهار غلط است و. شما این خط ها شمار نمیکنی شما باید فاصله بین دو خطه شمار کنی صحیح یعنی از سه تا دو یعنی یک خانه پس بین نزی هر دو رو شمار کنیم یک خانه این یک ایر دو شمار کنیم غلط میشه سعی فهم چرا خم شد دیگه نه بین دو خط وات شمار کنی اینی یک خانه اینی دو خانه سعی و اینی چند خانه سه خانه پس فاصله عدد مثبت سه تا صفر چند خانه میشه سه خانه میشه درست است خب فاصله عدد منفی دو شاگرد فاصله عدد منفی دو تا آلف منفی دو نه منفی سه بود من مثال منفی سه میگیرم سایست فاصله عدد منفی سه فاصله عدد منفی سه تا صفر چند خانه میشه باز فاصله زیر باید بشماریم نه بین از دو خط پس اینیم چی میشه این یک خانه این دو, دو خانه و این چند سه خانه پس دقیقا فاصله عدد سه تا صفر چند خانه است سه خانه فاصله عدد منفی سه. تا صفر چند خانه است او هم سه خانه است فهمیدی؟ خب نکته حالا چی میگیم؟ میگیم که عدد سه و عدد منفی سه چی هستن؟ متضاد ده هم هستند. یا برش میگیم معکوس جمعی سیست؟ متضاد بعضی از کتاب ها نوشته کده قرینه قرینه یا متضاد میگیم سیست؟ پس اگر از ما و شما سوال کرد گفت که متضاد عدد سه مثبت چی میشه؟ آفرین سه منفی یا منفی سه متضاد عدد منفی دو چند میشه؟ آفرین دو مثبت معناش است که امی عدد که به شما میته به عنوان مثال منفی دو فاصلش تا صفر چند خانه است دو خانه خب دی... کدام عدد است که دیگه غیر از که فاصلش تا صفر دو خانه باشه خب اون عدد دو مثبت نشه صحیح پس متضاد یا قرینه گفتیم بعضی کتاب ها قرینه میگه بعضی ها چی میگه متضاد خب متضاد عدد منفی دو چند میشه مثبت دو صحیح و متضاد عدد مثبت پنج چی میشه بگین شما آفرین منفی پنج سوال متضاد عدد یک هزار مثبت چی میشه؟ منفی یک هزار آفرین متضاد عدد منفی پنجصد چی شد؟ آفرین مثبت پنجصد سیست؟ پس متضاد ما و شما فهمیدیم به چه چی... شکل است دیگه نه محور که ما و شما در ذهن خود داشته باشیم متضاد صحیح میفهمیم چه رقم میشه خب و نکته دوم پس با این نوشته کنم من با نوشته کنم پس یارو پاک میکنم متضاد دار نوشته میکنم پس متضاد یا گفتیم برای چی میگه قرینه هم گفته میشه قرینه یا متضاد صحیف متضاد چند منفی پنج جواب چی میشه مثبت پنج احسن آفرین پس متضاد یا قرینه منفی پنج چی میشه مثبت پنج متضاد عدد چند عدد سه دقت کنید سه موش ما علامه نداره خب نکته عددی که علامه نداشته باشه چی است علامه میشه مثبت است آفرین حال متضاد عدد سه چند میشه جواب میشه منفی سه سیف پس چی شد متضاد ده چی است پس متضاد متضاد فهمیدیم چی شکل میشه دقیقا به این شکل است پس به عنوان مثال متضاد عدد منفی 5 که به ما و شما میگه یعنی چی یعنی که تو باید یک عدد دیگه غیر منفی 5 پیدا کنی که فاصله ش تا چند تا 0 5 خانه باشد که او چی هست؟ هست. است او 5 مثبت است صحیح پس یک بسیار کارت آسان کنم دقت کن شاگردای عزیز بسیار دقت کنید بسیار نکته دقت مهم است اگر عدد ما و شما عدد منفی 5 باشد متضادش میشه مثبت فقط علامش تبدیل کو صحیح است پس کلمه متضاد چی میکنه علامه را تبدیل میکنه به ما مثبت منفی میکنه منفی را مثبت میکنه دیگه شافان است دیگه سیست خب فهمیدیم خب پس از چی از متضاد اما قیمت مطلقه درس اصلی ما و شما عنوان درس اصلی ما و شما چی است قیمت مطلقه سیست پس من اینجا نوشته میکنم قیمت مطلقه خب شاگردای عزیز قیمت مطلقه یک عدد چی است در این مثال که در این بالا ما شما کشیدیم سیست در محور و گفتیم که عدد سه فاصلش تا سفر تا مبدع چند خانه است؟ سه خانه درست است گفتیم فاصله را چی؟ بین از دو خط باید شمار کنی دیگه نه یعنی فاصله ها را شمار کنی یک دو سه فاصله عدد منفی سه تا سفر چند خانه است؟ او هم, من... او هم, چی بود؟ سه خانه بود درست است یک دو سه پس تعداد امی خانه هایی که ما شما شمار میکنیم امی چی میشه؟ امی قمت مطلقه یک عدد میشه سهیست؟ بندان مثال به شما بگه اگر قیمت مطلقه عدد سه چند میشه معنای چی است یعنی که از سه تا صفر چند خانه وجود دارد چند میشه شمار میکنید یک دو سه جوابش میشه سه قیمت مطلقه منفی 3 چند میشه معنای چی است معنایش است که از منفی 3 تا مبدا یا تا صفر چند خانه وجود دارد چند میشه آفرین اون میشه سه خانه دقت کنید یک خانه دو خانه سه خانه قمت مطلقه منفی پنج میشه. چی میشه؟ معنای چی است؟ معنای چی است که از عدد منفی پنج تا صفر چند خانه موجود است؟ چند میشه؟ شمار کنید از منفی پنج تا صفر شمار کنی پنج خانه میشه صحیح؟ است؟ خب عالی دقت کنید پس من نوشتم میکنم قیمت مطلقه به عنوان مثال عدد منفی سه جواب چی میشه؟ جواب میشه سه خانه سیست یعنی از منفی سه تا صفر چند خانه موجود است اگر شمار کنیم سه خانه میشه سه است؟ خب شاگردای عزیز اما قیمت مطلقه چی است ما شما دری نوشته میکنیم کنیم پس یک سمبول ریاضی در کار داریم پس این چه رقم نوشته میکنم؟ از به بعد قیمت مطلقه رو با چه نشان میدیم این دو خطک نشان میدیم این دو خطک چی است برایش میگیم قیمت مطلقه و عدد بینش قرار میدیم پس قیمت مطلق منفی سه رو به شکل نوشتن میکنیم قیمت مطلقه منفی سه و جوابش چی میشه؟ جوابش میشه سه خانه یعنی چی؟ یعنی که از منفی سه تا صفر چند خانه وجود دارد؟ سه خانه وجود دارد سیست؟ با شمار کنیم قیمت مثال بعدی قیمت مطلقه مثبت پنج جواب چی میشه؟ یعنی از پنج مثبت تا صفر چند خانه موجود است آفرین پنج خانه موجود است اگر شمار کنی پنج بکش حالا ما شما سه داریم چهار پنج و شمار کنی تا صفر چند خانه میشه پنج خانه میشه پس قیمت مطلق بسیار آسان است قیمت مطلق دقت کن اگر عدد ما شما مثبت باشد خود عدد میشه صحیح است و اگر عدد ما شما منفی باشه چی میکنیم علامش میکشیم و مثبت جوابش نوشته میکنیم صحیح است پس قیمت مطلق بسیار آسان است یک سوال بسیار مهم شاگردای عزیز قمت مطلقه صفر معنای چی است بگین معنای شما یعنی که از صفر تا خودش چند خانه وجود دارد هیچ خانه وجود ندارد صفر دقیقا روی خودش است دیگه پس جواب چی میشه صفر میشه صحیح پس قیمت مطلقه معنای چی است اول گفتیم برید یعنی که از همو عدد تا صفر چند خانه وجود دارد درست است پس نکته قیمت مطلق اعداد مثبت خود عدد مثبت میشه و قیمت مطلق عدد منفی چی میشه قیمت مطلق عدد منفی علامش میکشیم و جوابش میشه مثبت و اگر دلیل چرا مثبت میشه باید چون تعریف قیمت مطلق هم دیگه نه یعنی از اون عدد تا صفر چند خانه وجود داره درست است خب پس شاگرده عزیز قیمت مطلق را فهمیدیم و متضاد هم که براتون گفتیم متضاد و قیمت مطلق را فهمیدین چه رقم شد درست است خب شاگردای عزیز و گرامی پس قیمت مطلقه را ما و شما چی کردیم؟ خواندیم و مثال برای زدم زدیم درست است؟ پس من قیمت مطلقه را تیک مارک میکنم مبحث دوم ما و شما چی است؟ جمع اعداد تام هم علامه یا هم اشاره برش گفته میشه درست است؟ یعنی که ما و شما اگر دو تا عدد داشته باشیم دو تا عدد تام خب اعداد طبیعی که خب ما و شما یاد داریم اعدادی که علامت نداشتنه، نه یک دو سه تا لای تنهایی یا صفر گفتیم اعداد بعدی چی است اعداد حسابی رو برش گفتم میتونیم که صفر هم شامل میشه صفر یک دو سه تا لای تنهایی سه است خب یار ما و شما یاد داریم جمع منفی ضرب تقسیم کلش یاد داریم سه است اما جمع اعداد تام میخوایم ولی دریافت کنیم اگر دو عدد ما و شما داشته باشیم که با علامه داشته باشد یعنی مثبت باشد یا منفی باشد صحیح و بخوایم این رو با هم چی کنیم جمع کنیم حالا ما و شما جمع منفی ضربش می خوام تقسیمش می خوام کلش می خوام صحیح است ولی درس امروز ما و شما فقط چی است جمع است و او هم چی است فقط اردو عدد هم علامه باشند معناش چی است یعنی اردوش یا مثبت باشد یا منفی باشد اردویش یا که اگر یک تا مثبت یکی منفی باشد اون رو در درس بعدی ما و شما درست است پس چی جمع اعداد تام هم علامه پس میرم سر تخته و در روی محور براتون نشان میدم که به چه شکل میشه درست است خب شاگردای عزیز و گرامی اگر ما شما دو عدد داشته باشیم بخوایم با همدیگه دیگه چه کنیم جمع کنیم دو عدد تام صحیح پس من نوشتم می جمع اعداد تام جمع اعداد تام هم علامت یا هم اشاره سیست؟ صحیح پس جمع اعداد تام هم علامت یا هم اشاره عنوان مثال منفی پنج صحیح جمع یا بگیم منفی پنج منفی سه به عنوان مثال منفی سه جمع منفی یک جواب چند میشه صحیح خب شاگرد عزیز دقت کنید ما برای اینکه جمع بیام انجام در دو عدد چی است همیشه هر دوش منفی یا هر دوش مثبت باشد فرق نمی درست یک تا مثال دیگه هم کار میکنم به عنوان مثال مثبت دو جمع مثبت سه که جواب چند میشه دو تا عدد هر دوش هم علامه است پس جمع اعداد تام هم علامه یعنی هر دوش علامه مساوی است یا هر دوش منفی است یا هر مثبت است خب با خاطر که ما شما بتونیم این انجام بتیم. ما اول چی میکنم با, ت... با کمک محور اعداد میره چی دریافت میکنم پس محور ما من... ما شما میایم سری در ذهن خود میکشیم صحیح پس محور اعداد تا ما در ذهن خود باید بکشیم پس اینجا صفر است یک دو سه چهار پنج شش پس مثبت یک مثبت دو مثبت سه دیگه نوشته نمیکنه سه مثبت نوشته کنه فرقه نمیکنه چهار 5 6 7 پس این مثبت ها رو میتونیم پاک کنیم فرقی نمیکنه ولی منفی ها رو گفتیم 100 درصد باید چی نوشته کنیم پس در اینجا باشد منفی یک منفی دو منفی سه منفی چار منفی پنج منفی شش تا منفی لای تنهایی پس ما شما چی میکنیم؟ دقیقا محور اعداد تام یا اعداد سعی رو در ذهن خود میکشیم خب آره دقیقا از همین صفر از این مبدا همیشه شروع میکنیم به عنوان مثال منفی معنایش معنای یعنی از سه از صفر مبدا سه خانه به سمت منفی ها بیا سه است؟ به سمت چپ چپ منفی بود راست مثبت بود دیگه نه ای بر مثبت است و ای بر چی است منفی پس سه خانه از کجا شروع میکنیم همیشه ما و شما از همین صفر شروع میکنیم سه خانه به سمت چپ باید حرکت کنیم سه خانه چی میشه سه خانه اگر صفر شروع کنیم یک خانه دو خانه و سه خانه صحیح پس منفی سه معناش است که سه خانه به سمت منفی حرکت کو حالا جمع منفی یک یعنی باز دوباره یک خانه باز دوباره به سمت منفی حرکت کو صحیح پس جمع منفی یک پس یک توی دیگه ما چی حرکت میکنم. صحیح پس این چی شد این منفی سه است و این چی است این منفی یک است صحیح پس سه خانه به سمت منفی حرکت کردیم جمع منفی اگر یعنی باز دوباره یک خانه به سمت منفی حرکت کو خب دقیقا روی چه عدد قرار گرفتیم شاگرد عزیز روی عدد منفی چهار نگاه منفی یک منفی دو منفی سه منفی چهار پس جواب از این چند میشه منفی چهار میشه سیست پس به کمک محور دقیقا ما شما میتونیم دو عدد هم علامه که علامش با هم مساوی هم چی کنیم دو عدد تام هم رو با هم دیگه چی جمع کنیم پس بهشک ما و شما در ذهن خود علم میکنیم محور در درو میکشید صفر بعد میگه از صفر شروع میکنیم از صفر شروع میکنیم چون منفی است پس سه خانه به سمت منفی حرکت میکنیم جمع یعنی چی باز دوباره منفی یک خانه باز دوباره به سمت منفی حرکت کو ازم آخر صفر چه چی میشه روی چه عدد قرار میگیره روی منفی 4 قرار میگیره صفر خب عالی عالی مثبت دو جمع مثبت سه معناش است یعنی دو خانه به سمت مثبت حرکت کو کجا همیشه گفتیم از صفر حرکت میکنیم دقیقا از همین جا دو خانه سمت مثبت دو خانه سمت مثبت حرکت کنیم یک دو خانه سیست والی جمع سه خانه دیگه باز دوباره به سمت مثبت حرکت کو سه خانه از همینجا سه خانه دیگه به سمت مثبت حرکت کنیم یک دو سه سیست پس این مثبت دو است و چی است یه مثبت 3 است روی چه عدد قرار گرفته روی عدد مثبت پنج آفرین پس جواب ما و شما چی میشه در اینجا مثبت پنج میشه سیست خب شاگرده عزیز پس جمع اعداد تام هم علامه را بسیار آسان میتونیم به کمک محور اعداد تام دریافت کنیم سیست پس دقت کنید همیشه از این صفر شروع میکنیم از این مبدا از این مبدا ما و شما همیشه شروع میکنیم سیست دقیقا از این عدد از عدد شروع میکنیم عدد اول میریم عدد اول اگر منفی بود سمت منفی ها عدد دوم با اون منفی بود سمت منفی ها میریم باز دوباره سمت منفی میریم پس نکته شاگرد عزیز با محور که بسیار آسان است میتونید چه کنید دریافت کنید اما بدون محور من نکته براتان میگم نکته اگر ما و شما دو عدد داشته باشیم که تام هم علامت باشه یا اردوش مثبت یا اردوش منفی باشد صحیح پس اگر بخوایم اردو رو در جمع کنیم چی میکنیم؟ دقت کنید این به عنوان نکته میگیم پس نکته جمع اعداد تام هم علامت نگاه میکنیم اگر دو عدد هم علامت بود اردو رو با هم دیگه جمع میکنیم علامتش در نظر نگیر علامه رو هیچ در نظر نگیر سه با یک چند نشه چهار میشه صحیح بعد میگیم کدام میمانیم یکی از علامه فرق اردوش منفی دیگه یک از علامه میمانیم که ما و شما میگیم علامه عدد بزرگتر چون در اعداد چه هم علامت نباشن غیر هم علاوه اگر باشن او هم به این میخوایم فرمول بگیم است نکته براتون بگیم پس نکته در جمع اعداد تام هم علامت چی میکنیم هر دو عدد با هم دیگه جمع میکنیم و علامت عدد بزرگتر میمونیم فرق نمیکنه علامتی یایی هر دوش منفی است ولی ما به خاطر میگم علامت عدد بزرگتر که با درس بعدی ما و چی شه مطابقت داشته باشه سیس هماهنگ باشه پس نوشته میکنیم جمع اعداد تام هم علامت میگیم که دو عدد را با هم جمع کرده دو عدد را با هم جمع کرده و علامت یا اشاره عدد بزرگتر را میگذاریم سیست پس این نکته به عنوان چی است درس ما و شماست پس جمع عدد تام هم, هم علامت چی میشه؟ دو عدد را با هم جمع کرده و علامت عدد بزرگتر را میگذاریم پس سه و چهار اردوش منفی است سه است پس با هم جمع میکنیم سه و را در ذهن خود در نظر نمیگیری سه است سه و یک چند میشه؟ چهار میشه حالی علامه عدد کلانتر کنم کلانتر زنی سه علامه چی است؟ منفی است منفی میمونیم. میمانیم سه است در اینجا هم علامه است بله مثبت است با هم جمع کنیم دو سه چند میشه؟ پنج مش آفرین کدام کلانتر است سیالم مثبت است مثبت چه نوشتن میکنیم کنارش سایست یا ای چی ایر باشه ما در خود انجام میدیم ولی به کمک محور بسیار آسان است دیگه در سوال اگر با شما گفت با کمک محور الکو باید به شک شکل بکشی سایست پس فهم چه چرا شد دیگه نه خب شاگردای عزیز و گرامی پس جمع اعداد تام هم علامه را با هم دیگه خواندیم درست است پس دقت کنید به چه شکل بود جمع اعداد تام هم گفتیم که با محور میتونیم به کمک محور میتونیم دریافت کنیم است. و اگر بخوایم بدون محور دریافت کنیم گفتیم به چه شکل است گفتیم اگر عدد ما عدد ما و شما هم علامه باشه یعنی یا هردوش مثبت باشه یا هردوش منفی باشه گفتیم یک نکته براتون میگیم نه اگر هر دو هم علامه بود یعنی علامه مثبت و یا هردو علامه منفی بود چی میکنیم با هم دیگه جمع میکنیم البته علامه رو در نظر نمیگیریم صحیح به عنوان مثال در تخته نوشته کردیم دیگه منفی سه جمع منفی یک گفتیم علامه در نظر نگیر خب سه و یک با هم دیگه جمع میکنیم چند میشه چهار میشه الی کدام بزرگتر است بین سه و یک علامش در نظر نمیگیریم صحیح کدامش بزرگتر است سه بزرگتر است پس علامه را از همو سه که علامش چی است منفی است میگیریم درست است فام چه رقم شد دیگه نه خب پس جمع اعداد تام هم علامه را خوند پس من تیک مارک میکنم پس این هم شد جمع اعداد تام هم علامه خب شاگردای عزیز و گرامی کارخانگی کارخانگی چی است؟ تمرین های صفحه 76 و 78 کتاب رو باید چی کنید؟ حل کنید به ما روان کنید از طریق واتساب نمبرش هم خودتان یاد دارید نه یک بار بخونید 20964 780 255 40 13 درست است؟ خب شاگردان عزیز پایان درس دوم از فصل سوم ما و است پس درس دوم از فصل سوم خلاص کرده ما و شما خب عزیزان مانده نباشید، بخیر باشید، شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپارم.